شام مهتاب قسمت 26. بیا بنشین، میخواهم اندازه این دو ماه ببینمت، اما هیچ وقت این دو ماه و 18 روز تکرار نخواهد شد. در حالی که اشکهایش را پاک میکرد گفت: زخم زبان میزنی؟ این زخم دل است که زبان باز کرده. مادر، خودت پدرت را بهتر میشناسی. به خدا قسم ما این مدت در خانه حبس بودیم، اجازه خارج شدن از خانه را نداشتیم، حتی تلفن را قطع کرده بود و هر جا که میخواستیم برویم خودش همراهمان میآمد. من یک مادرم، فکر میکنیم من کم زجر کشیدم؟ زهرا و ماهان کم اشک ریختند. پدرت به هیچ زبانی راضی نمیشد. هرچه اشک ریختم، آه کشیدم، از غم دوری تو گفتم، مثل این بود که با یک تکه سنگ حرف می زدیم. یکی دو هفته اول آنچنان از خواب و خوراک افتاده بود که کارش به بیمارستان کشید. اسم تو را نمی توانستیم جلوی رویش بیاوریم. به هم می ریخت و هرچه دم دستش می آمد پرت می کرد. بعد هم که حالش کمی بهتر شد در را به روی ما بست و اتمام حجت کرد که هر کس اسم تو را بیاورد باید قید او را بزند. حالا من چه می توانستم بکنم؟ آنقدر عصبانی بودم که نمی توانستم خودم را کنترل کنم. گفتم: حالا هیچ کاری نمی توانید بکنید. از همان اول باید یک کاری می کردید. هرچه پدر خواست به حرفش گوش کردید. هرچه خواست بدون چون و چرا انجام دادید. شما برای پدر حکم یک برده را داشتید. برده زیبا و دوست داشتنی که تمام اوامرش را انجام می داد. معلومه که هیچ کاری هم نتوانید انجام دهید، مگر چه کم داشتید که شده بودید کنیز حلقه به گوش پدر. اگر از همان روز اول جلوی حرف‌های غیر منطقیش می ایستادید، حالا کار به اینجا نمی کشید. اینقدر جلوی حرف‌های پدر کم آوردید که فکر کرد همه کارهایش درسته و نباید کسی روی حرفش حرف بزند. هیچ وقت نظر خودتان را بیان نکردید، هیچ وقت خواسته هایتان را عنوان نکردید. خب، همین باعث شد که سطح توقع پدر روز به روز بالا رود و از ما هم همین انتظارات را داشته باشد. مگر من چه کردم که مستحق چنین مجازاتی شدم؟ دزد، قاتل یا زن بدکاره بودم که جرمم اینقدر سنگین بود که باید از خانه و خانواده طرد می شدم؟ چرا پدر نمی خواهد بفهمد که همیشه فکر و عقیده او درست نیست؟ دیگران هم عقل دارند و می توانند مثل او از آن استفاده کنند. هرچه به یاد دارم سر همین عقایدش همیشه با هم بحث داشتیم. یکی نبود به پدر بگوید که همه مثل شما پاک و منزه نمی شوند. صورتم از هیجان مثل خون سرخ شده و عرق از سر و صورتم می چکید. به سیم آخر زده بودم. به مانند آبی بودم که پشت سدی جمع شده و حالا با روزنه‌ای دیواره سد را خراب کرده و به سمت شهر در حرکت است. مادر، باور کن که در حقم ظلم کردید. اگر قاضی عادلی وجود داشت همه شما را محکوم می کرد. مدت هاست که فکر شما را از ذهنم بیرون کردم. لحظاتی که به مادر احتیاج داشتم که همدم تنهاییم باشد، با حرفهایش مرا دلگرم و به زندگی امیدوار کند، زمانی که به خواهری احتیاج داشتم که خواهرانه در کنارم بنشیند و داستان آن شب وحشتناک را برایش تعریف کنم، کجا بودید؟ زمانی که چشمم به در سفید شد و از شما خبری نیامد کجا بودید؟ مادر، نمیدانی چه کشیدم و دلم هم نمیخواهد که بدانی. هرچه بود گذشت و رفت و جز خاطره ای تلخ و کشنده برایم به جا نگذاشت. در حالی که از یادآوری آن خاطرات لرزشی تمام وجودم را فرا گرفته بود گفتم: نمیخواهم چیزی به یاد بیاورم. حالا هم برای همیشه داریم میرویم. مادر هراسان گفت: کجا؟ جایی که هیچ آشنایی نباشد. دخترم، این چه حرفیه که میزنی؟ میخواهم از این به بعد با پدر رو باز بازی کنم. ما به امریکا خواهیم رفت. چی؟ امریکا؟ بله، من یک شهروند امریکایی هستم. لااقل آنجا با روی باز مرا میپذیرند. مادر با عصبانیت گفت: تو میخواهی پدرت را دغمرگ کنی؟
او که گفت دختری به نام مهتاب ندارم. عزیزم، اون موقع عصبانی بوده، یه چیزی گفته. کمی صبر داشته باش، همه چیز درست میشه. مادر، باور کن دیگر صبری برایم نمانده. اگر اینجا بمانم به حتم دیوانه خواهم شد. رفتن من برای همه بهتره. من نمیگذارم تو دست به این عمل احمقانه بزنی. فکر کنم دیگر برای نصیحت کردن دیر باشه. آخه عزیزم، جون دلم، اتفاقی نیفتاده که میخواهی از شهر و دیار و خانوادت دل بکنی. مادر، نمیتونی مرا منصرف کنی. من تصمیمم را گرفتم. خواهش میکنم عاقلانه فکر کن. من با پدر تماس گرفتم. آیا شما خبر دارید؟ مادر با تعجب گفت جان من، راست میگی؟ چه جالب، شما هم خبر ندارید؟ مادر دستانم را گرفت و با اشتیاق گفت برایم تعریف کن، چی شد؟ با بی تفاوتی گفتم هیچی. او تلفن را قطع کرد. مادر سکوت کرد و بعد از دقایقی گفت این کار را نکن، به خاطر من. خواهش میکنم با احساساتم بازی نکن. من در وضعیت بدی قرار دارم. وضع روحی خوبی ندارم. سردرگم و بلا تکلیف هستم. چرا نمیخواهید مرا درک کنید؟ لااقل به کشور دیگری برو. پوزخندی زدم و گفتم هنوزم که هنوزه از پدر میترسید؟ از او نمیترسم، همسرم است، دوستش دارم، به او علاقه دارم و به جز خوبی از او ندیدم. تا به حال حرفی روی حرفش زدید که ببینید آیا بدی هم دارد؟ پدر جوانیش را به بهترین شکل پشت سر گذرانده و حالا نوبت ما که رسیده میگوید اشتباه کرده. مگر خود شما برای ادامه تحصیل به امریکا نرفتید؟ مگر همانجا با هم آشنا نشدید؟ مگر علی‌رغم مخالفت پدر بزرگ با هم ازدواج نکردید؟ مگر سالهای آخر در آن کشور با هم زندگی نکردید و ماهان و من آنجا به دنیا نیامدیم؟ مادر کمی فکر کرد و گفت آخه اون موقع با حالا زمین تا آسمون فرق کرده. به هر حال ما تصمیممان را گرفتیم. آخه اون سر دنیا بی کس و کار میخواهید چه بکنید؟ همان کاری که شما 30 سال پیش انجام دادی. آن موقع هم به ما خیلی سخت گذشت. غم غربت غم بزرگی است. آن را دست کم نگیر. نبودی و ندیدی که چه بر سر آدم می آورد. اما من به چشمان خودم دیدم. خودت می دونی که من و پدرت از خانواده کمی نیستیم. اما آنجا باید کار می کردیم. کارهایی که در کشور خودمان امکان نداشت انجام دهیم. پدرت می گفت باید کار کنی تا زنده بمانی، نه اینکه زندگی کنی. این شعار پدرت بود. درس خواندن یک طرف، خرج زندگی یک طرف، دیگر وقت سرخاراندن برای ما نمیگذاشت. بهترین دوران زندگی من را که می توانستیم در کشور خودمان به سر ببریم آنجا حرام شد. اما ما مجبور بودیم، چون که پدرت سیاسی بود و ما نمی توانستیم به ایران برگردیم. به چه جرمی؟ به جرم اختشاش در دانشگاه. پس جرمی مرتکب شده بود. اما من چی؟ من که در دانشگاه اختشاش به پا نکردم که لااقل دلم خوش باشد بگم سیاسی هستم. من سرم توی لاک خودم بود و جرمم این بود که در یک سالگرد ازدواج دوستانه شرکت کردم. مادر، میدونی دختر عزیزت یک شبانه روز در کنار چه کسانی گذراند؟ پیرزنی که 80 کیلو حشیش از او گرفته بودند، زن بارداری که همسرش را کشته بود، زن فاسدی که فساد را برای جوانان ما به ارمغان می آورد. من در کنار کثیف‌ترین انسان‌ها زندگی کردم. حالا فهمیدی من کجا بودم؟ در حالی که صدایم می‌لرزید گفتم من چگونه می‌توانم این خاطرات تلخ را از ذهنم بیرون کنم؟ تازه وقتی از آنجا بیرون آمدم چه چیزی در انتظارم بود؟ در حالی که باید گرمای وجود خانواده‌ام را حس می‌کردم تا آن تلخی‌ها در شیرینی نگاهشان گم شود، با نامهربانی پدر روبرو شدم. کسی که با زدن یک کشیده مرا برای همیشه طرد کرد و حق گفتن کلمه پدر را از من گرفت. مادر، باور کن هیچ موجودی زیباتر و دوست داشتنی تر از پدر برایم نیست. اما خود او این سرنوشت را برایم رقم زد. درسته که در طی سالهایی که با هم زندگی می کردیم جز بحث و جدل چیز دیگری بینمان نبود، اما طاقت یک لحظه قهر کردن او را نداشتم.
روزهایی که با هم قهر بودیم امکان نداشت از پشت پنجره آمد و رفتنش را تماشا نکنم و به سراغ کمد لباسهایش نروم و آنها را نبویم و نبوسم. مادر، پدر همه هستیم بود. با او نفس می کشیدم و زندگی می کردم. اما حالا چی؟ از دوری او دارم خفه می شدم. او در چند قدمی من است، اما حق نزدیک شدن به او را ندارم. باور کن، نمی توانم تحمل کنم. سعی نکن جلوی رفتنم را بگیری. مادر، همانطور که اشک می ریخت مرا در آغوش گرفت و تمام صورتم را غرق بوسه کرد. گرمای وجود مادر همه وجودم را پر کرد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و محکم او را به خود فشردم. نمی دانم مادر درباره رفتن من با پدر حرفی زد یا نه، اما او همچنان بی تفاوت بود. کم کم رابطه‌ام با خانواده‌ام بهتر شد. بعد از چند هفته ماهان و زهرا به دیدنم آمدند، اما از پدر خبری نبود. حرفی از او نمی زدند و اگر من سؤالی می کردم با جوابهای بی سر و ته صحبت را به جای دیگری می کشندند. خیلی دلم هوایش را کرده بود. هرچه عکس از او داشتم به دیوار و اتاقم زدم و باهاش صحبت می کردم. او آرام و متین با لبخندی بر لب به حرفهایش گوش می داد و هیچگاه مخالفت نمی کرد. دیگر مثل گذشته با هر جمله‌ای که از دهانم بیرون می آمد اخمهایش را در هم نمی کشید. او با گذشته خیلی فرق کرده بود. یک پدر خوب و نمونه. ساعتها می نشستم و با او درد دل می کردم. از خودم، از شایان و از زندگیم می گفتم و او صبورانه گوش می داد و با لبخندی جوابم را می داد. 4 ماه است که پدر را ندیدم. سعی می کنم که او را از ذهنم پاک کنم، اما مگر می شود؟ نمی دانم او چگونه توانسته دختر عزیز دردانه اش را به همین راحتی به فراموشی بسپارد. پریا خیلی سعی می کند با هر بهانه ای مرا از خانه بیرون بکشد تا از فکر پدر بیرون روم، اما همه جا پدر همراه من است. فقط و فقط منتظر یک کلمه از زبان مادر بودم که بگوید پدر مرا بخشیده تا تمام زندگیم را فدای او کنم، قید رفتن به آمریکا را بزنم و به دست بوسش بروم و به او بگویم که از این به بعد بدون اجازه او آب نخواهم خورد. اما افسوس و صد افسوس که در حسرت این جمله ماندم. خیلی راحت کارها درست شد. سفری به دبی کردیم و همانجا وکیلی گرفتیم. من یک شهروند آمریکایی بودم. فقط این شایان بود که باعث شد یک مقدار کارهای من به تعویق بیفتد. با اینکه خرج زیادی کردیم ولی 6 ماه طول کشید تا تمام کارها ردیف شد. هرچه طلا و جواهر داشتم فروختم تا توانستم اقامت شایان را بگیرم. وکیلمان بعد از 6 ماه تلفنی با ما تماس گرفت و گفت بالاخره تمام شد. بلیط هایتان هم آماده است. باید تا 1 ماه دیگر خودتان را به آمریکا برسانید. ناگهان دلم لرزید. فقط 1 ماه فرصت داشتم تا بوی خوش وطن را در ریه هایم به یادگار پر کنم. فقط 1 ماه وقت داشتم تا خاطراتم را جمع کنم و حاصل 23 سال زندگی را در چمدانی بپیچم و به کول بگیرم. هرچند فکر می کردم همه چیز به همین راحتی تمام می شود، اما خیلی سخت بود. ما که پسندازی نداشتیم، باید تمام زندگیمان را می فروختیم تا اینکه بتوانیم در آنجا سر و سامان بگیریم. از خانه گرفته تا ماشین وسایل زندگیمان را فروختیم. تمام پل‌های پشت سرمان را خراب کردیم و هیچ راهی برای بازگشت به جا نگذاشتیم. مادر نصیحتم کرد و گفت دختر، آتش به زندگیت نزن. به همین راحتی که فروختی نمیتوانی مجدداً به دست آوری. از فروش خانه صرف نظر کن که اگر یه موقع پشیمان شدی و قصد برگشت داشتی سرپناهی داشته باشی. در جواب گفتم من این همه علایق در اینجا داشتم. نتوانستند از رفتنم جلوگیری کنند. حالا 1 موش خاک و سنگ و آهن میخواهند پشوانه برگشتنم باشند. من چیزهایی را از دست میدهم که دیگر هیچگاه نمیتوانم آنها را به دست بیاورم. حالا به فکر مادیاتی باشم که ممکنه 1 روزی به دردم بخورد.
یک عمر پول و ثروت نتوانست برایم گرهی باز کند. از این به بعد هم خدا بزرگ است. مادر خیلی سعی میکرد تا منصرفم کند، اما یک کلمه از پدر نگفت که او هم با رفتنم مخالف است. پدر طبق قولی که داده بود مرا به کلی فراموش کرد. او دختری به نام مهتاب نداشت، پس چگونه میتوانست با رفتن من مخالفت کند؟ مادر خیلی گریه و زاری میکرد و به طوری که روی احساساتم اثر گذاشت، اما دیگر جای کوتاه آمدن نبود. اگر منصرف می شدم دیگر برای همیشه برگ برنده را به پدر می دادم. از مادر خواستم که مرا درک کند و بگذارد برای یک بار هم که شده خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم، حتی اگر برای همه عمر پشیمان و نادم شوم، بگذارد کاری را که دوست دارم انجام دهم. او اشکهایش را پاک کرد و گفت دیگر هیچ راهی برای ماندن تو به عقلم نمی رسد. امیدوارم مادر خوشبخت شوی و آن زندگی که در جستجویش هستی به دست آوری. و از کیفش چکی با مبلغ قابل توجهی بیرون آورد و گفت این را به عنوان هدیه از من قبول کن، آنجا پول خیلی به دردت می خورد. با سماجت گفتم نه، ممکن نیست، این مبلغ زیادی است، من نمی توانم آن را از شما بپذیرم. یعنی می خواهی هدیه ام را رد کنی؟ مادر این بیشتر از یک هدیه است. گفتم که در غربت خیلی به دردت می خوره. نه نمی توانم. با عصبانیت به سمتم اومد و گفت این از طرف من است و هیچ ربطی به پدرت ندارد. اما دیگر اما نداره. فقط از من میشنوی در اولین فرصت سعی کن خانه‌ای هر چند نقلی بخری. ملک سرمایه ایست که هیچگاه از بین نمی رود. او را در آغوش گرفتم و آرام آرام گریستم. با دلی سوزان چمدانم را بستم. تمام خاطرات کودکی و جوانیم را با آه و ناله درون آن قرار دادم. هرچه را قرار بود که به همراه ببرم به روی کاغذ نوشتم که مبادا از یاد ببرم. آلبوم عکس هایم را چندین بار ورق زدم و دوباره خاطرات گذشته زنده شد. به خود گفتم ای کاش راهی برای بازگشت وجود داشت و قبل از اینکه احساساتم بر من غلبه کند آنها را لابلای لباس هایم در چمدان پنهان کردم. چیز زیادی به همراه نبردم. از حاصله 23 سال زندگی چمدانی سهم من شد. روزهای آخر یک لحظه تنها نبودم. از خانواده هم گرفته تا دوستانم همه دوره هم کرده بودند و همه سعی می کردند خودشان را کنترل کنند که مبادا اشکشان جاری شود. پریا در حالی که بغض گلویش را گرفت گفت بدون تو چه کنم؟ با رفتن آرش دل به تو خوش کردم، اما حالا تو هم داری مرا ترک می کنی. من دیگر نمی توانم اینجا بمانم. هر طور شده باید فرزاد را راضی کنم. دختر به خاطر من زندگیت را خراب نکن. به خدا قسم اگر دلم اینجا خوش بود به هیچ عنوان نمی رفتم، اما نمی توانم. اینجا برایم مثل قفسی شده که روز به روز تنگ تر می شود. به هر طرف که می روم فشار زیادی به روی خودم حس می کنم. باید خودم را نجات دهم. نمی دانم آنجا چه در انتظارم است. هرچه هست روزهای خوش اینجا را هرگز نخواهم داشت. ما روزهای خوبی را با هم سپری کردیم. برای من دوری به مراتب سخت تر است، چون شما باز هم دور هم هستید و من یکی و تنها در کشوری غربت زده باید سر کنم. باور کن با جسمی یخ زده به غربت می روم، اما چاره ای ندارم. باید رفت، باید رفت. بالاخره روز موعود فرا رسید. شایان از خوشحالی در پوست نمی گنجید، اما من حسابی خودم را باخته بودم. وقتی وارد فرودگاه شدم پاهایم را رای رفتن نداشت و آنها را به سختی حمل می کردم. اضطراب و نگرانی در سیمایم موج می زد. شایان مرا دلداری می داد و کمکم کرد تا به روی صندلی بنشینم. سفری بدون بازگشت، سفری بدون بازگشت. چه چیزی در انتظارم خواهد بود؟ چه چیزی در انتظارم خواهد بود؟ چه سرنوشتی پیدا خواهم کرد؟ مثل صفحه‌ای که خط افتاده باشد این جملات در ذهنم تکرار می شد.
دقایق به کندی می‌گذرد، مثل یک فیلم که همه با حرکاتی آهسته از این طرف به آن طرف می‌روند. سالن خیلی شلوغه و هر کس به دنبال کار خودش است. کسی به جسم نیمه جان من توجهی ندارد. دلم می‌خواهد از جا برخیزم و به سمت آبخوری بروم و لیوان آبی بنوشم، اما توان از جا برخاستن ندارم. ای کاش هیچ کس بدرقم نمی کرد تا دل با پس و نگرانی که در چهرم نمایان است کسی را نیازارد. درد آنهایی را که جلای وطن می کنند حالا می فهمم. چرا گریه و زاری می کنند؟ چرا ناامیدانه به این طرف و آن طرف نگاه می کنند؟ چرا هراسان به دنبال گم شده هایشان هستند؟ چون به سفری می روند نامعلوم. اما شایان خیلی فرق داشت. از دور او را می دیدم که چمدانها را به متصدی باجه داد. خوشحالی تمام وجودش را گرفته و هر چند دقیقه یک بار به ساعتش نگاه می کند و بعد هراسان اطراف را از نظر می گذراند. شاید فکر می کند که هر لحظه ممکنه کسی بیاید و او را از رفتن باز دارد. او هنوز یک بچه است. یک بچه واقعی چطور می تواند اینقدر خوشحال باشد؟ در حالی که به کشوری بیگانه می رود که جز نام و نقشه گنگ در ذهنش چیز دیگری از آن نمی داند. او اعتماد به نفس بالایی دارد که این چنین سر حال و سردماغ است. به اطراف می نگرم. به آشنایی احتیاج دارم. خدایا به این زودی دلم هوای آنها را کرده. وای به حال غربت. یک آن ته دلم خالی شد. یعنی می توانم طاقت بیاورم؟ ناگهان به یاد پدر افتادم و چند بار اسم او را تکرار کردم. آیا از رفتن من ناراحت است؟ آیا اطلاعی از رفتنم دارد یا از او پنهان کردند؟ آیا دلش برایم تنگ می شود؟ او در این لحظه چه حالی دارد؟ آیا قلبش به تلاطم افتاده و مثل من نادم و پشیمان است؟ به هر کجا که نظر می انداختم او را می دیدم. تا چشم برهم می زدم ناپدید می شد. آلبوم کوچکی را از کیف دستیم بیرون آوردم و عکس پدر را نظاره کردم. این دیگر یک رویا نیست. واقعیتی است دست نیافتنی. قطره اشکی از گوشه چشمم به روی عکس چکید. آن را به روی سینه‌ام فشردم. چشمانم را بستم تا کمی آرام بگیرم. اما صدای آزاردهنده مردم حالم را خرابتر کرد و بغضم را ترکاند. خیلی سریع اشکهایم را پاک کردم و عینک آفتابیم را به چشمانم زدم. نمیخواستم هیچ کس مرا به آن شکل ببیند. به خودم قول داده بودم که تحت هیچ شرایطی گریه نکنم و اشک کسی را در نیاورم. باید محکم و مقاوم باشم تا آخرین لحظه. شایان از راه رسید و گفت همه چیز رو به راه است. تا ساعتی دیگر در آسمان آبی خواهیم بود. و در حالی که با تعجب نگاهم می کرد گفت چرا عینکت را بر نمی داری؟ اوه یادم رفته بود و آن را برداشتم و مشغول بازی کردن با دسته عینک شدم. شایان متوجه شد که گریه کردم اما به رویم نیاورد و شروع کرد به تعریف کردن از کارهایی که انجام داده. او کجا بود و من کجا؟ بالاخره خانواده هم از راه رسیدند. باز هم بدون پدر. چقدر با دیدن آنها دلم گرم شد و جان گرفتم و دستان یخ زده مادر را در دست گرفتم. چقدر این مدت لاغر و تکیده شده بود. دیگران چشمان زیبا مثل گذشته نمی درخشید. خدایا با او چه کردم؟ چرا اینقدر ظالم شدم که آه و ناله مادر در من اثر نکرد؟ نگاه غم گرفتهش را نادیده گرفتم و فقط و فقط به فکر خودم بودم. به ناگاه او را در بغل گرفتم و گفتم مادر مرا ببخش. پایان قسمت 26.